بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نستعین به رسول الله. اندیشمندان، اساتید، فرهنگیان محترم، مهمانان عزیز، اجازه بدهید نخست به نمایندگی از مرکز فرهنگی اکادمی درخت دانش، روزنامه هشت صبح و نهاد میراث‌های فرهنگی افغانستان در بریتیش کلمبیا تشریف آوری شما را در این نشست که به منظور یادبود از زنده یاد استاد آصف باختری تدبیر شده است خیر مقدم بود. هر شخص مرگ را می چشد. از مرگ گریزی نیست و روز فرا می رسد که هر یک از ما از قطار زندگی در ایستگاهی که برای ما معین شده است پایین می شویم و می رویم. اما رفتن تا رفتن است. نوعیت رفتن ها متفاوت است. کسی میماند در حالی که رفته است، اما کسانی هم که رفتند هم میمانند. با استاد واصف باختری یکی از آنان است که با آزادگی و وارستگی که داشت با آن که رفته است میماند و جاودانه میماند. امروز گرد هم آمدیم تا از استاد باختری بگوییم، از آزادگیش بگوییم، از وارستگیش بگوییم، از شخصیت چند بودیش بگوییم، از خدمتی که به فرهنگ و زبان فارسی انجام داد بگوییم، اشعارش را بخوانیم و یادش را گرامی بداریم. استاد واصف باختری به حق یکی از آن آزادگان است که با افتخار زیست و با سر بلند رفت. او در طول زندگیش با آن همه فراز و نشیب ها، با همه رنج ها و مهنت ها، نه با کانون قدرت پیوست و نه به جیب ثروتمند چند زد. به قول مولانای بزرگ، به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. برای من مگری و مگو دریغ دریغ، به یوغ دیو در افتی دریغ آن باشد. و استاد باختری یکی از آنانی بود که هیچگاهی به دام دیو که مولانا از آن یاد کرده است نیفتاد. هیچگاهی نیفتاد. که بسا کسان پر از مدعا را آن دیو در دام خود اسیر کرده بود و اسیر کرده است. امروز استاد واصف باختری از واصف باختری میگوییم، از وارستگیش، از غربت و از عزتش که جگاهی از آن کاسته نداشت. باختری در سفالینه چند و پیشخان بلورین فردا میگوید: گرچه صد مهر به لبهای خموش من توست، آنچه ره در همه جا برده خروش من توست، زان کلافت که خریدار متاع دور شو دور که در فکر فروش من توست، وای اگر قافله سالار به بیراه رود، وای اگر قافله سالار به بیراه رود، با چنین بار امانت که به دوش من است. مولانای بزرگ در رسای سنایی گفته است که گفت کسی خواجه سنایی بمرد، مرگ چونین خواجه نکاری است خورد. کاه نبود او که به باده پرید، آب نبود او که به سرما فسرد، شانه نبود او که به موی شکست، دانه نبود او که زمینش فشرد، گنج زری بود در این خاک دان، گنج زری بود در این خاک دان، کو دو جهان را به جوی می شمرد. و این وارستگی را مادر وجود واصف باختری می‌بینیم و در غربتش با همه آزادگیش. در مورد مرگ از نگاه عرفا در بخش بعدی نکاتی خدمت شما عرض می‌کنم، اما حالا از جناب ناصر هوتکی یاور همیشگی استاد باختری دعوت می‌کنم که تشریف بیارن و زندگی نامه استاد فقید ما را قرائت بکنن. جناب هوتکی سید. Thank you.
دوستان عزیز و مهمانان گرامی سلام، از تشریف‌آوری شما عزیزان در برنامه گرامی داشت و سرباز باختری بسیار سپاسگزار هستم. سطر چند از زندگی نامه استاد واصف باختری. واصف باختری شاعر، نویسنده، مترجم، منتقد و پژوهشگر نامبردار حوزه زبان و ادبیات فارسی در 24 حوت سال 1321 هجری خورشیدی در گذر دربار شهر مزار شریف ولایت بلخ زاده شد. دوره ابتدایی را در لیسه باختر مزار شریف و صنوف 10 و 11 را در لیسه حبیبیه خواند و سند فراغت را در سال 1341 از لیسه باختر شهر مزار شریف به دست آورد. واصف باختری در سال 1345 از رشته زبان و ادبیات دانشگاه کابل گواهی نامه لیسانس گرفت و در همان سال در دیپارتمنت فارسی ریاست تألیف و ترجمه معرف وزارت معرف به کار آغاز کرد. در سال 1353 برای تحصیلات عالی به امریکا رفت و در سال 1355 پس از به دست آوردن گواهی نامه ماستری در رشته تعلیم و تربیت از دانشگاه کولومبیا به افغانستان برگشت و دوباره در ریاست تألیف و ترجمه تا سال 1357 به کار خود ادامه داد. واصف باختری در میزان 1357 زندانی شد و در جدی 1358 از زندان رها شد و دوباره تا سال 1361 باعث ویراستار در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معرف به کارش ادامه داد. از سال 1361 تا 1374 در اتحادیه نویسندگان افغانستان در سمت‌های سردبیر بخش شیر، مدیر مسئول مجله ژوندون و منشی دارالانشای اتحادیه نویسندگان افغانستان کار کرد. او همچنان در طول این سال‌ها در آموزشگاه اتحادیه نویسندگان با جوانان علاقمند و شیفتگان ادبیات آموزش داد. واصف باختری سال‌ها عضو گروه دبیران فربنیاد فرهنگ افغانستان، عضو گروه رهبری کانون حکیم ناصر خسرو، عضو شورای مرکزی انجمن فرهنگی خوشحال خان خطک، عضو هیئت رئیسی اتحادیه ژورنالیستان بود. عصر عرس مولانا جلال الدین محمد و 6 اجلاس عمومی کانون حکیم ناصر خسرو به ریاست او برگزار شده و بیشتر اسناد اساسی، پیام‌ها و آیین‌نامه‌های انجمن نویسندگان افغانستان او نوشته است و آیین نامه بس و از کانون‌های فرهنگی و وسیله او نگارش یافتند. واصف باختری به زبان‌های انگلیسی و عربی تسلط داشت. از زبان انگلیسی مقاله ها و شعرهای فراوانی را به فارسی برگردان کرده و نیز شماری از شعرها و داستان‌های فارسی را به انگلیسی ترجمه کرده است. شماری از شعرهای او به زبان‌های انگلیسی، روسی، چکی و آلمانی نیز برگردان شده‌اند. از واصف باختری که فعالیت ادبیش را در 11 سالگی با سرودن غزل در روزنامه بیدار شهر مزار شریف آغاز کرد، بیشتر از 20 عنوان کتاب در زمینه‌های سرایش و ترجمه شعر در اوزان کلاسیک، اوزان پیشنهادی نیما، شعر آزاد و شعر سپید و مقالات و پژوهش‌های گسترده ادبی و فلسفی و ترجمه مقالات ادبی و فلسفی چاپ شده است. کتاب‌های واصف باختری: و آفتاب نمی‌دید، مجموعه شعر، از میعاد تا هرگز، مجموعه شعر، اسطوره بزرگ شهادت، ترجمه شعر، از این آینه بشکسته تاریخ، مجموعه شعر، مایی و مایی طلایی، ترجمه شعر از الکساندر پوشکین، نردبان آسمان، مجموعه 8 مقاله در باب اندیشه مولانا جلال الدین محمد، سرود و سخن در ترازوی، پژوهش‌های گسترده در باب اوزان فارسی و تازی و ضمناً تحشیه و تحلیل بر رساله رشید و وقبات در باب اوزان فارسی و تازی، دیباجه در فرجام، مجموعه شعر، تا شهر پنزلی آزادی، مجموعه شعر، در استوای فصل شکستن، مجموعه شعر، گزارش عقل سرخ، درنگ‌ها و پیرنگ‌ها، بازگشت و الفبا، در وزش‌های ثانیه‌های در وزش‌های ثانیه‌های شرقی، همه 4 کتاب پژوهش‌های ادبی و فلسفی، دروازه‌های بسته تقویم، گزیده یا گزینه از شعرهای چاپ شده استاد باختری، در غیاب تاریخ که در برگیرنده 3 بخش است،
یک مصاحبه در مجله شیر در ایران، یک سخنرانی به نام سرشت شیر و فراز و فرود شیر معاصر در پانتون کابل و یک بخش دیگر بر نردبان ثانیه ها که ترجمه 20 چند شیر است. مویه های اسفندیار گم شده، مجموعه شیر، بیان نامه وارثان زمین، منظومه معروف طنز و آبهای شیر جهان آلوده نیستند که هم ترجمه شیر است. قابل یاد کرده است که این فهرست در برگزیده همه سخنرانی ها و همه مقاله های استاد باختری که مقاله های رادیویشان و سخنرانی های رادیویشان هنوز در برگیرنده این بخش نیست. بیشتر آثار چاپ شده منظوم و منصور استاد باختری در یک مجموعه 3 جلدی به چاپ شده رسیده. بخش اول سفالینه چند در پیشخان بلورین فرداست که در برگیرنده 5 بخش شعر است. در اوزان کلاسیک، اوزان نیمایی، شعر آزاد، ترجمه شعر و طنز. بخش دوم کتاب دوم آشیه های گریگانت متن است که در برگیرنده پژوهش های ادبی، مصاحبه ها، سخنرانی ها و مقاله ها در مورد شخصیت های ادبی و فرهنگی افغانستان و مقدمه ها بر کتاب ها و شاعرش بر کتاب های دیگر شاعران و نویسندگان. و کتاب سوم سی مرغی که سیمرغ نشدن در برگیرنده تمام مقاله های فلسفی و ترجمه مقاله های فلسفی استاد باختری است. واصف باختری از سال 1375 تا سال 1380 در پاکستان دستر می برد و از سال 1380 تا وقتی که درگذشتن در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی می کردن. استاد واصف باختری پس از 81 سال عمر پربار و پس از تحمل چند سال بیماری جانفرسا در نخستین ساعت روز 20 جولای در لاس آنجلس امریکا چشم از جهان فرو بست و به جاودانگان پیوست و ما را به صبح نشاند. روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تا همیشه، تا هرگاه. پایان سطح چند از زندگی استاد واصف باختری را با غزلی از دو به پایان می‌رسانم. پاسخی از عزلت. یک چند در این بادیه بودیم و گذشتیم. با داس هوس خار درودیم و گذشتیم. تا چشم اجل را دو سه دم خواب رباید. افسانه بیهوده سرودیم و گذشتیم. چون صاعقه بر دفتر فرسوده هستی نامی بنوشتیم و زدودیم و گذشتیم. ای سیل بر این مشت خس و خار چه خندی؟ ماییم که راه تو گشودیم و گذشتیم. دیباجه امید و فرجام نپیوست یک ساعت بر این صفحه فزودیم و گذشتیم. خاموشی ما پاسخ آوازگران است وان را که صدا بود ستون اینو گذاشتیم. تشکر. متشکر فراوان از جناب استاد کوتکی گرامی. یک بار دیگر تشریف آوری همه میهمانان عزیز و بزرگواران خیر مقدم میگم به محصل امروز. بخصوص من شخصیت های امروز در نشست امروز میبینم که به تازگی تشریف آوردن و از جای بسیار دور امروز قلم رنجا کردن و در نشست ما شرکت کردن. یک جهان تشکر و صبح بازم خوش آمدیم. مرگ همیشه یک پدیده مورد بحث بوده. من نمیخوام وارد سوالش ندارم که واقعا وارد این بحث به صورت عمیق شوم، بخصوص با حضور دانشمندان و اساتید بسیار محترمی که حضور دارن نیجه، اما به صورت بسیار کوتاه چیزی که ما مختمی است که سه نوع مرگ و رفا به اصطلاح مرگ تقسیم میکنن به سه نوع، یکی استمراری، یکی هم اختیاری و یکی هم اضطراری. استمراری همی است که هر نفسی که ما گویا به خاطر زنده بودن میکشیم در حقیقت ما را به مرگ نزدیک کرده میره و ما دال مرگ تدریجی هستیم، یعنی هر لحظه ما میمونیم از بعد به تولد، از نخستین جرقه حیاتی که در وجود ما در جنین وقتی که هستیم و شکلش میگیره در حقیقت مرگ باز اون وقت آغاز میشه. مرگ اختیاری رم رفا مرگ و رفا میده و او مرگی است که عارف به اختیار خودش میمیره، یعنی از دنیا علای خدا میکنه و این شدتش در افراد مختلف است. یکی کاملا گوشه نشینی میکنه و یکی
از ثروت و مال و منال دنیا چشم میپوشد، از حرص و آز چشم میپوشد، از قدرت چشم میپوشد، از خودخواهی ها و از منیت ها و از منی چشم میپوشد. و این مرگ اختیاری است و هر کس نمیتونه به این مقام نائل شود. و مرگ استرابی است که مطابق هایی که بیشتر ترجمهش خدمت شما خواندم که هر کسی او رو میچشه و اون وقت معینش میره. سنایی میفرماید که بیمیرای حکیم از چنین زندگانی، از این زندگانی چون مردی بمانی، از این زندگانی زندگانی نخیزد که گرگ است و ناید ز گرگان شبانی. بوده یسته که اصل گرگا است متاسفانه. از جناب استاد محق اندیشمند ناماشنا و دانشمند عزیز ما دعوت میکنم با عنوان سخنران از تشریف بیارن و سخنران خود باز بکنم. جناب استاد محق. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک اساتید گرامی، مهمانان عزیز و دوستان فرهیخته ای که در این بزرگداشت کنار همدیگر جمع شدیم. به یاد بوده شخصیت بزرگ، یک انسان فرزانه و یکی از افتخارات سرزمین ما و از افتخارات مدنیت ما. در آغاز از بارگاه یادیدهای روح بزرگ آن مرد، آن مرد نازنین و آن گنجینه بزرگ از رفته با وداع گفتیم، آرامش جاودانی آرزو میکنیم و نام ایشان و یاد ایشان را آرزو میکنیم در برگ برگ صفحات تاریخ ما درخشان بماند برای همیشه. در ارتباط با جناب استاد دختری گفتنی که فراوان است و شما در این روزها فراوان خواندیم، شنیدیم و هنوز جای گفتنی های بیشتر هم وجود دارد. در دقایق اندکی که در خدمت شما هستم میخواستم به یکی از زوایای مربوط به شخصیت و کارنامه یک استاد بزرگ اشارات داشته باشم. فکر میکنم در جامعه ما پرداختن به او تا حد ضرور است و او قضیه پویایی، قضیه متحرک بودن و بارنده بودن از لحاظ فکر، از لحاظ معرفت، از لحاظ بینش و افق‌های بزرگی که به او رسیده بود. چرا پرداختن به این نکته اهمیت دارد؟ خاطر این که در سرزمین ما بعضی کلیشه ها جا افتاده، بعضی کلیشه های رواج یافته و آن این که در باره انسان ها زود قضاوت میکنیم و متاسفانه فرهنگ قضاوت کردن یکی از عیوب و آفات است که در سرزمین ما و در فرهنگ ما هنوز هست و به زودی هم نخواهد رخت بربندد. یکی از قضاوت‌ها که در مورد افراد می‌شود این است که اینها چه گذشته‌ای داشتند، چه مسیری پیمودند و هر کس به ظن خود گفته‌ی مولانا یا به پندار خود یا به میل و رغبت خود به خود حق می‌ده که در باره انسان‌های دیگر به داوری بنشیند. حالا که اگر حالا از منظر دینی به دین اسلامی بود و پردازیم، عبارتی که ما شما